بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان. اما به گمان من رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیم اصلاح پذیر است و شاهد مدعای من انتخابات ریاست جمهوری سال 76، انتخابات شوراها در سال 77، انتخابات مجلس ششم در بهمن 78 است. با سلام به کلیه ایرانیان خارج کشور. خانم آقایون، اونایی که دعوت کردین مگه در ایران واقعا مسلمان ها هستن؟ در نماینده بهایی ها اینجا کجاست؟ آقای گنجی، آقای شما طرفدار این هستی که بهایی ها آزاد بشن در ایران؟ این آقایی که من اسمشو نمیدونم، آیا آزادی بهایی ها رو قبول دارید یا نه؟ نماینده زن ارمنی اونجا کجاست که به زور چادر سرش کردین؟ نماینده زن آسوری کجاست؟ نماینده زنهای کرد کجان؟ و نماینده زنهای لایک کجان؟ خانم مرنگیز که شما روسری سر دارید، لایک نیستید. اگر ما خواهان دموکراسی هستیم، دموکراسی برای همه است، هم با ریش ها هم بی ریش ها، هم با حجاب ها هم بی حجاب ها. این نمیشه. کسی که میگه آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه، این دموکرات نیست، و کسی هم که عکسشو میگه دموکرات نیست. آقای گنجی، شما در سالهای دراز با رژیم جمهوری اسلامی کار کردین، پاسدار بودین و من نمیدونم چقدر جنایت کردین. اول برید دم دادگاه جواب بدید، بعد اینجا بیاد. و هموطنانی که در این دیار هستن، ما در داخل ایران قربانی خشونتیم و توقع ما این بود که در خارج از کشور کسانی که برای آزادی و دموکراسی و مردم سالاری مبارزه می کنند به گونه دموکراتیک رفتار کنند. با درود فراوان. خب، همانطور که قبلا اعلام داشتیم، در این هفته میپردازیم به اولین اقدام دولت ایران، یعنی دولت آقای محمد خاتمی، برای ایجاد ارتباط با ایرانیان غربت گزیده که همان کوچ کنندگان ایرانی به خارج از کشور باشند. اگر از لغت کوچ استفاده میکنم، به علت این است که از تعداد چند تن یا چند هزار تن صحبت نمیکنیم، بلکه راجع به بزرگترین مهاجرت ایرانیان طی چند صد سال اخیر صحبت بکنیم. تعداد مهاجرینی که حداقل به رقم 4 میلیون نفر ارزیابی می شود. بله، آقای خاتمی در دومین ماه تشکیل کابینه خودش به اتفاق بنیاد هنریش بول که یک بنیاد فرهنگی و حقوق بشری در آلمان است، تصمیم به برگزاری کنفرانسی در شهر برلین گرفت. زمانی که یک گروه 17 نفره جهت شرکت در این کنفرانس عازم برلین شدند، 3 هفته از ترور آقای سعید حجاریان می‌گذشت. آقای حجاریان پس از آن ترور اکنون مقیم انگلستان هستند و خوشحالم که بیننده این برنامه نیز می‌باشند. به هر حال تندروهای رژیم حاکم در آن روزها که زیر نظر بیت رهبری که کل سیاست و امنیت کشور را تعیین می‌کنند، تصمیم به تضعیف دولت منتخب 22 میلیون ایرانی گرفتند. یعنی تضعیف فردی که بالاترین رأی دورانه جمهوری ولایی را به دست آورده بود. خاتمی باید میدید درست است که مردم به او رأی دادن، ولی افسار حکومت در دست ولی فقیه است. اولین قدم مخالفت با دولت جدید ترور سعید حجاریان بود و سپس کسانی که در کنفرانس برلین شرکت کرده بودند پس از بازگشت دستگیر و محاکمه شدند و بعد از آن قتل‌های زنجیره‌ای آغاز شد.
اما در این بین حکومت تصمیم گرفت 100 تن از نویسندگان را نیز به دره بیاندازد. 100 تن از روشنفکران و نویسندگان ایرانی را به بهانه شرکت در سمیناری عازم ارمنستان کرد و هدف این بود که در حین راه اتوبوس این نویسندگان مزاحم رژیم در دره سرنگون شود، که خوشبختانه موفق نشدند، چون راننده هم میلش نکشید که خودش را بکشد و این فاجعه سرانجام نگرفت. چند تن از مسافرین این سفر که سفر مرگ نامیده شده جزئیات این واقعه را برای من شرح دادند که در اصل بیشتر به یک داستان کمدی شبیه است تا قتل عام مخالفان رژیم. خب، جمهوری اسلامی است دیگر. بگذاریم و برگردیم به کنفرانس برلین. دولت آقای خاتمی در اواسط فروردین ماه سال 1379 یک گروه 17 نفره را عازم برلین کرد تا در کنفرانسی درباره وضعیت آینده ایران شرکت کنند. شعار برگزیده این عده که برای اولین بار به طور گروهی به خارج می آمدند، ایران برای همه ایرانیان بود. و اما این 17 تن عبارت بودند از علی افشاری، چنگیز پهلوان، حمیدرضا جلایپور، محمود دولت آبادی، فریبز رئیس‌دانا، منیرو روانیپور، محمد علی سپانلو، عزت الله صحابی، شهلا شرکت، علیرضا علوی تبار، مهرنگیز کار، جمیله کدیور، کاظم کردبانی، اکبر گنجی، شهلا لاهیجی، خدیجه مقدم و حسن یوسفی اشکیوری. خب، قبل از هر چیز من سلام عرض می کنم خدمت تمام دوستانی که در اینجا هستند و من خیلی خوشبختم که بعد از سالها در واقع باز به برلین برگشتم، چون یک زمانی هم جزء جنبش اپوزیسیون ایران در زمان شاه، جزء فعالین جنبش دانشجویی کنفدراسیون بودم. الانم در واقع همون حال و هوا رو بعضی جاها میبینم و در نتیجه برام زیاد تعجب آور نیست. یادآور میشوم که بنیاد هنریش بول با حمایت حزب سبزهای آلمان در برگزاری این کنفرانس همکار بودند. به هر حال این اولین باری بود که اصلاح طلبان داخل ایران با اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور مواجه میشدند. بهمن نیرومند، فعال سیاسی که از سالهای 60 در برلین جنبش دانشجویی را رهبری میکرد، در این کنفرانس بسیار فعال بود. اما همانطور که قبلا اشاره کردم، تندروهای رژیم، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آن زمان جهت برهم زدن این کنفرانس اقدام کافی کرده بودند. در آن تاریخ من فرصت رفتن به برلین را نداشتم، ولی همکارم که نمایندگی برنامه تلویزیون IRTV را در برلین به عهده داشت، کل این کنفرانس را پوشش داد. آقای اشکیوری، پژوهشگر دینی، در مورد این کنفرانس میگوید کسانی در کنفرانس کنار هم نشستند که در داخل کشور، یعنی در ایران، به هیچ وجه حاضر نبودند در کنار هم بنشینند. ناکامان سیاسی ابتدا تصویری وارانه، یعنی ایدئولوژیک، از واقعیت برای خود می‌سازند و سپس با آن اوهام خودساخته به مبارزه برمی‌خیزند. ایران امروز فراتر از اوهام آنهاست. ایران امروز به اصلاح طلبان، به دموکرات‌ها، به آزادی خواهان تعلق دارد. ایران امروز به همه ایرانیان تعلق دارد. پس یک واقعه تاریخی در حال فرم گرفتن بود که برای اولین بار ارتباط و گفتگوی بین ایرانیان داخل و خارج از کشور را عملی می‌کرد. اما فکر می‌کنید که رژیم حاکم بر کشور ما همانطور که نمی‌گذارد در داخل کشور ملت فرصت اعتراض پیدا کنند، گذاشت که در برلین این کنفرانس به راحتی برگزار شود؟ با دادن 40-50 مارک یک ولگرد را لخت اوریان به وسط سالن آوردند تا جلسه به هم بخورد. دختری کاملا غریبه را به این شهر آوردند تا در حین سخنرانی‌ها به رقص و پایکوبی بپردازد. صدها تن را روانه سالن کردند تا با فریاد و فحاشی کنفرانس را به هم بزنند. البته در این بین چند گروه چپگرای کوچک هم به تظاهرات پرداختند. به هر حال یک نمایشی برپا کردند که تا آن روز آلمان‌های متمدن که برای ایران و فرهنگ ایرانی خیلی بیشتر از آمریکایی‌های امروز ارزش قائلند، از کرده خود پ
پشیمان شد. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich begrüßen im Namen des Hauses der Kultur und der Welt. Vermute nur, dass Sie bald heiser sind und dann nicht mehr weitersprechen können. So lange warte ich eben. Wenn man mal anruft, blasen wir die weg. Lass dir sie sagen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich werde so lange warten, bis Ihre Stimmen heiser sind. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich zu dem heutigen Abend hier begrüßen. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen heute Abend Ihren Weg hierhin gefunden haben und ganz offensichtlich die große Mehrheit in diesem Saal der Diskussion heute Abend folgen möchte. اکنون که به 150 سال پیش برمیگردیم و تاریخچه این دوره را مرور میکنیم، میبینیم در یک تقسیم بندی کلی و کلان سه نوع رویکرد اسلامی به مثابه سه نوع پاسخ به مشکل عقب موندگی و یا به عبارتی به مسئله مهم نوع رابطه اسلام با غرب قابل تشخیص و شناسایی است. و من پیشاپیش بگویم که نظام جمهوری اسلامی با این کار خودش علاوه بر برهم زدن کنفرانس به حیثیت ایرانیان مقیم خارج کشور نیز لطمه زد. گوش کنید ببینید ما چی میگیم. خب از فریاد زدن که فایده نداره. شما یک دقیقه گوش کنید ببینید ما چی میگیم. داد بزن. من خائن. درسته خائن. حالا ببین خائنین چی میگن خانم. شما یک دقیقه گوش کنید ببینید خائنین چی میگن.
Also, es ist der Wunsch geäußert worden, eine Schweigeminute im Angedenken der Ermordeten, der gesamten Verbrechen in den letzten 20 Jahren. Ich bitte Sie, sich alle zu erheben für eine Schweigeminute. Es ist eine Schweigeminute. Das haben Sie sich gewünscht. Dann schweigen Sie jetzt. به شما مربوط نیست که کسی بلند نمیشه. اونهایی که معتقدن بلند میشن. از شما دعوت میکنم به قسمت‌هایی از سخنان ایراد شده در این کنفرانس توجه کنید. از نکسته حد عزت الله صحابی دستوارد شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت برادران و خواهرانی که حاضر می شوند که حرفها را بشنوند و اگر آنچه را که با عقل و منطق انطباق داشت می پذیرند و الا مخالفت می کنند. برابر این بنده با این امید که برادران و خواهرانم آمادگی گوش کردن به حرف ما هر چه باشد را دارند، سخن خودم را آغاز میکنم. در انتخابات اخیر پارلمانی کشور ما در آخر بهمن ماه گذشته اتفاقی افتاد که این اتفاق به لحاظ تاریخی حائز اهمیت است و انتخابات دوره مجلس دوره ششم رو چیزی فراتر از یک انتخابات معمولی که در نظام‌های دموکراتیک صورت می‌گیرد برد و اینکه یک گروه پیروز شد یا یک گروه به اصطلاح شکست خورد و عقب موند، این انتخابات معنایی و برد اجتماعی فراتر از این دارد، یک برد تاریخی دارد و اون برد تاریخی این است که در نزد تحلیلگران، کاوشگران و پژوهشگرانی که نسبت به پدیده انقلاب اسلامی سال 57 از سالهای بعد از انقلاب در داخل و خارج کشور تحقیق، مطالعه، اظهار نظر کردند، مشهور است که مردم ایران در انقلاب سال 57 می دانستند که چه نمی خواهند ولیکن نمی دانستند که چه می خواهند. در این انتخابات دوره ششم مجلس نشان داده شد، یعنی مردم ایران، نه فقط گروه ها و نخبگان سیاسی، بلکه توده مردم نشان دادند که واقعا چه می خواهند. گرچه این رأی مردم ظاهراً رأی نه و منفی به جریانات حاکم و غالب بر حاکمیت و دولت ما در طی 20 سال گذشته بود، گرچه رأی منفی بود به اون گروه ها و دسته هایی که با انحصار طلبی و خشونت گرایی میخوان حاکمیت خودشون رو بر کشور و ملت ادامه بدهند، گرچه نه به اینها بود، ولیکن اثبات و تأیید جنبشی که از دوم خرداد سال 76 آغاز شده بود نیز بود و اون جنبش همان جوری که رئیس جمهور محترم در انتخابات سال 76 اعلام کردند، آن جنبش مبتنی بود به سمت یک
جامعه همزیستی مسالمت آمیز، همزیستی متمدنانه یا به اصطلاح جامعه مدنی. دو، ایران برای همه ایرانیان. سه، گفتگو و مسالمت و حل مسائل از طریق عقلانی و منطق و گفتگو به جای خشونت و به جای خصومت. این برنامه ریاست جمهوری بود در سال 76. انتخابات سال 78، بهمن ماه 78، رأی مثبتی بود به این انتخابات، به این اصلاحات، به این برنامه‌ها و به این سیاست‌ها. بنابراین این انتخابات فقط رأی به عده‌ای از نمایندگان معین و رد نمایندگان دیگر نبود، اثبات و تأیید یک خط بود، یک خط حرکت بود. در واقع مردم در اینجا به طور روشن و واضح نشان دادند که چه می‌خواهند و مشخصاً شعارهایی که در جمهوری اسلامی، شعارهایی که در انقلاب اسلامی داده می‌شد، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، در اون موقع برای مردم روشن نبود که آزادی یعنی چی، آزادی در چه حدود است. ولی این حالا بعد از 20 سال تجربه، بعد از 20 سال تجربه عملی، مردمی که در کشور ایستادند و مردمی که در خاک، در داخل کشور ایستادند و در برابر شدائد و خفقانها و سانسورها ایستادگی و مقاومت کردند و حرفهای خودشان را زدند، نرفتند خارج گود، نرفتند در ورای مرزها، در اونجا شعار بدن. کسانی که در داخل کشور در تحت شرایط سنگین و خطیر و خطر آفرین ایستادند و حرف خودشون رو زدند، تا آنکه منجر شد حوادث و جریانات کشور به انتخابات دوم خرداد 76 و از اون به بعد تحولی جهشی در جریان اجتماعی و سیاسی ایران پیدا شد، مطبوعات آزاد و مستقل پیدا شدند، به یمن وجود این مطبوعات بینش مردم نسبت به آزادی و مدنیت و جامعه مدنی و جامعه سلم و صفا آنجور باز شد که در انتخابات دوره ششم خودشون رو نشون دادن. در این انتخابات مردم به شیوهی رفتار کردند که برای بسیاری از نخبگان سیاسی و محافل و گروه ها و شخصیت های سیاسی قابل پیشبینی نبود. در اون انتخابات ریاست جمهوری سال 76 نیز مردم چنین عمل کردند، با هوش و درایت خودشون، و اون این بود که برخلاف آنچه که در ظاهر این جور تصور میشد یا در بسیاری از نظرسنجی ها چنین وانمود میشد، چنین نتیجه گرفته میشد که مردم نسبت به انتخابات بی‌اعتنا هستند، بی تفاوت هستند، این جور بارز شده بود. بر علارغم این، به طوری که بسیاری از فعالین سیاسی من جمله خود ما و دوستان ما واقعا در شب انتخابات 29 بهمن نگران بودیم که مبادا مردم در انتخابات کم شرکت کنند، زیرا که واقعیت ها و تجارب نشون داده بود که هر چقدر مردم کمتر در انتخابات شرکت کنند، پیروزی از آن جناح انحصار طلب و خشونت طلب می شود. این تجربه رو خود مردم دریافته بودند. به این جهت ما نگران بودیم، ولی خوشبختانه از صبح روز انتخابات، از پای اولین صندوقی که مراجعه کردیم، دیدیم برخلاف انتظار جمعیت بسیار زیاد است. این کاری بود که ملت ایران خودش کرد، با درایت خودش، یعنی قبلا تظاهر نکرد ولی بعدا عمل کرد، و این یک هنرمندی سیاسی بود که موفق شد پس از 20 سال
جناح انحصار طلب و خشونتگرای حاکمیت ما رو به کنج انزوا براند. آراء اونها چیزی بیشتر از 15% جمعیت نشد. بنابراین این یک پیروزی بود. بله، حالا من از این پیروزی این نتیجه رو میخوام بگیرم که برادران و خواهرانی که در خارج کشور تشریف دارن، این یک شاهدی است، این اتفاق شاهدی است، سندی است بر این که مقاومت و ایستادگی مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت و حفظ فضای مدنی، مقاومت در چنین بستری کارآمدی داشته. طی همین 3 سال اخیر امتحان خودش رو داده است. بنابراین وقتی چیزی به طور عینی و به طور تاریخی اثبات شد، دلیلی وجود ندارد که ما به راه‌های غیر اون متوسل بشیم. این راه پیشرفت خودش رو کرده، توفیق و کارآمدی خودش رو نشان داده. بنابراین بنده تقاضام از دوستان، برادران، خواهرانی که در خارج کشور زندگی می‌فرمایند این است که به این حوادث و تا حوادث و وقایع عینی تاریخی توجه کنند، نه به ذهنیات و اعتقادات خودشون. این حادثه با ارقام و اعداد در طی 2 انتخابات این روش کارآمدی و موفقیت خودش رو نشان داده است. و هموطنانی که در این دیار هستند، ما در داخل ایران قربانی خشونتیم و توقع ما این بود که در خارج از کشور کسانی که برای آزادی و دموکراسی و مردم سالاری مبارزه می کنند به گونه دموکراتیک رفتار کنند. خیلی متشکر، خیلی متشکر. و حداقل در اینجا ما شاهد این نوع برخوردهایی که در ایران پیوسته هر روز و هر هفته با اون مواجه هستیم، امیدوار بودیم که در اینجا مواجه نباشیم. اون چه که بنده در این مجال کوتاه میخواهم بگویم این است که ایران هرگز بدین پایه آمادگی برای ورود به عرصه دموکراسی و به ویژه آمادگی برای نهادینه کردن دموکراسی نداشته است، چرا که هرگز آگاهی و مطالبات دموکراتیک و اصلاح طلبانه، عزم عمومی، اجماع لازم حول محور آزادی و دموکراسی و استفاده از شیوه های مسالمت جویانه و معقول تا این اندازه در میان عامه مردم و مخصوصا نخبگان فکری و سیاسی و فرهنگی قوی و نیرومند و عمیق نبوده است. توضیح مطلب آن است که برای ورود به مرحله دموکراسی و تحقق یک نظام حکومتی مردم سالار شرایط متعددی لازم است که مهمترین آنها عبارتند از آگاهی لازم عمومی از مفاهیم و تحولات مدرن مانند جامعه، انسان، اختیار، آزادی، دموکراسی، حقوق فرد، دولت، ملت و امثال این گونه مفاهیم، ایجاد گروه‌های اجتماعی و رشد نسبی شعور طبقاتی و صنفی و ملی،
رشد و توسعه شهرنشینی و گسترش طبقات شهرنشین، رفاه نسبی در اقشار محروم، در اقشار مردم، ظهور نخبگان فکری و روشنفکری و سیاسی به میزانی که بتوانند به هدایت فکری و یا تشکیلاتی و سیاسی طبقات گروه و طبقات و گروه ها بپردازند. با اینکه هنوز این زمینه ها و عوامل کاملا تحقق نیافتند، به ویژه از نظر توسعه اجتماعی سخت عقب مانده ایم و توسعه همچنین توسعه اقتصادی، اما بیش از هر زمانی این مقدمات فراهم شده است. در طول یکصد سال مبارزه و مقاومت در برابر استبداد و عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و ناکامی های بسیار، امروز بیش از گذشته حداقل آزادی و دموکراسی، حقوق شهروندی اهمیت پیدا کرده است. در گذشته نه مردم و نه حتی روشنفکران و نخبگان سیاسی چندان به دموکراسی اهمیت نمی دادن و حداقل به شیوه های رسیدن به اصل دموکراسی بهای لازم را نمی دادن. اما اکنون این هر دو برای همه مهم شده است. تجربه تلخ 20 سال اخیر بر همگان ثابت کرده است که آزادی و دموکراسی و تأمین حقوق شهروندی پیش شرط هر نوع تغییر و توسعه اجتماعی و یا اقتصادی و یا علمی و فرهنگی است. تحولاتی که از حدود 4 سال قبل در انتخابات مجلس پنجم آغاز شد، آثار این تحول مهم را به خوبی نشان می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش و انتخابات شوراها و انتخابات مجلس اخیر نشان می‌دهد که مردم و نخبگان فکری و اجتماعی و سیاسی با هر گرایشی که دارند به حدی از آگاهی و درک ضرورت تاریخی رسیدند که با تمام وجود خواهان آزادی و دموکراسی و عدالت می باشند و به ویژه همگان به این نتیجه رسیدند که راه حذف و راه خشونت و استبداد در هر شکلی، حتی زیر پوشش دین و یا انقلابیگری و چپ‌نمایی را نفی می کنند و خواستار تحول اساسی و ساختاری در تمام عرصه‌ها از طریق مسالمت و شیوه های دموکراتیک می باشند. نکته مهم آن است که اکنون دولت آقای خاتمی صادقانه حامی اصلاحات است و می خواهد در حد توان و امکانات و ظرفیت محدود موجود نهادینه شدن آزادی و قانون و دموکراسی یاری رساند و البته کوشش های قابل توجهی نیست در این مورد صورت داده است. اما چیزی که جای امیدواری هست این است که اکنون مطالبات مردمی به حدی جدی و گسترده است که هیچ مانعی نمیتواند از پیشرفت اون جلوگیری کند. حتی اگر آقای خاتمی به هر دلیل در کار خود شکست بخورد، قطعاً راه ادامه خواهد داشت. اما در حینی که کنفرانس جنجال برانگیز در سالن برقرار بود، اعتراض در خارج از سالن هم ادامه داشت و موازی با داخل سالن مرکز بحث و جدل شده بود. در خیلی از موارد بحث‌های جالب‌تر را در خارج از کنفرانس شاهد بودیم که در هفته آینده به آن می‌پردازیم. با ما باشید. کی ما تایید کردم؟ من چی تایید کردم؟ نه، من آقا جمهوری اسلامی همین امپریالیسم می‌جنگه. چی شد؟ دارم توده‌ای که من توده‌ای هستم. آیا من توده‌ای؟ حق شهروندی، حق مکسیت هستم. من یک فردم مثل تو، مهاجر سیاسی هستم. منم مادرمو ندیدم، پدرمو ندیدم. ببین، من تبعیدی سیاسی هستم. من توی مملکت خودم اجازه فعالیت نداشتم. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.